سلام، توی این پست میخوام راجع به یکی از مهمترین ارکان ورزش‌های رزمی توضیحاتی بهتون بدم. تا آخر پست با ما همراه باش. یه تمرین عالی هم بهتون دادم که خیلی میتونه تو پیشرفت ورزش کمکتون کنه. تو این پست قراره بهت چند تا راهکار بگم که درست شادو بزنی و درست کار کنی. خیلیا توی ایران بهش میگن شادو زدن، جفتش درسته ولی تلفظ اصلیش توی انگلیسی شادو. این چیزی که ما باید رعایت کنیم گرفتن گارد کامل توی شادو زدنه. یعنی چی؟ یعنی من زمانی رو میبینم که بچه‌ها میگن آقا شادو بزن، گاردش اینجا انداخته، اینجا داره مشول میده. این نه، تو باید واقعا فرض کنی حریف واقعی جلوت وایساده و قرار اون حریف رو بزنی. آقا دانیل گاردو بگیر. دومین نکته برای شادو زدن اینه که دستاتو و مشتاتو باز نکن. همچین چیزی ما نداریم، کامل دستا مشت و تکنیکا رعایت میشه. سومین نکته، شما داری با حریف فرضیت فایت میکنی. وقتی که داری با یه حریف فایت میکنی، حریف تو کیسه بوکس و دیوار نیست که، حریف تو هم جواب میده به ضرباتت. پس همراه ضربه زدن باید دفاعات هم انجام بدی. دفاع یو، دفاع رول کردن، دفاع بستن ها و جا به جایی ها و ساید استپ کردن ها. بریم با هم ببینیم. نکته بعدی که اکثرا رعایت نمی‌کنن توی شادو زدن، گارد پا و گارد دستشونه. گارد پا رو وقتی شروع می‌کنن به کار کردن یا خیلی بسته میشه یا خیلی پای باز میشه. گارد دسته وقتی مشت زده میشه بعد یک دقیقه، دو دقیقه، دو تا ست، گارد افتاده پایین. حتما بالا باشه، بذارید گارد درست بیفته تو بدنتون موقع شادو زدن. با هم دیگه ببینید. نکته بعدی، نکته ای که اکثرا باید کیک بوکسورا و بوکسورا رعایتش کنن، زدن رقص پا و چلنو کردن ها توی شادو زدن. اگر رقص پا و چلنو که بلد نیستی، توی پیجم گفتم حتما برو پستاشو ببین، بعد بیا این پستو نگاه کن. خب همونجور که اول ویدیو بهتون گفتم، یک تمرین فوق‌العاده برای شادو زنی قراره بهتون بگم. تایم بذارید برای شادو کردنتون. سعی کنید تایم‌های 1 تا 1.5 دقیقه بذارید و 30 ثانیه استراحت. سعی کنید تو راندهای مختلف، 7 راند 8 راند، بستگی به تواناییتون این تمرین رو انجام بدید. راند اول فقط شروع کنید به دست چپ زدن، چپ مستقیمتون فقط آزاد، یعنی راست داخل گارد تمام دفاع انجام میشه، فقط چپ مستقیمتون آزاده. فکر کنید کل بدنتون بسته شده و فقط دست چپ دارید. با هم ببینیم. آخرین تمرینش تمرینیه که ما گاردمون رو عوض میکنیم کلن و خلاف گارد وای میسیم. اگر چپ گارد باشیم راست گارد باید وایسیم راند آخر، و اگر راست گارد باشیم چپ گارد، و شروع میکنیم به دستا رو به صورت کامل زدن و دفاع رو کامل انجام دادن. حالا فایتر ما گاردش رو عوض میکنه و کار رو انجام میده. چند تا نکته مهم دیگه هم داره شادو زدن. سری بعدی میخوام میت زدن رو بهتون آموزش بدم و نکاتی که برای میت زدن هستش. اگر علاقه داری کلیپ میت زدن هم درست کنم، حتما تو کامنت ها برای من بزن که میت زدن رو آموزش بدیم. با لایک و کامنتت از ما حمایت کن، این پست رو بفرست برای
دوستان رزمی کارت و سیوش کن و انجامش بده.